همه ما قطعا بر این باور هستیم که مسئله بازداشت، بازجویی ها، زندان و دستگیری کودکان و نوجوانان یک پروسه بسیار استرسا و پر استراب آوری هست برای کودکان و نوجوانان که میتونه کودکان رو با یک سری شرایط نابهنجاری روبرو بکنه. کودکان در پی این رویداد پر استرس شدیداً مضطرب میشن و یک سری احساسات ناخوشایند مثل درماندگی، ترس از آینده، ناامیدی، استیصال رو تجربه میکنن و اون احساسات به اندازه برای اونها گسترش پیدا میکنه که کودکان و نوجوانان توانایی مقابله با اون رو ندارن و اون هم به دلیل نداشتن تجربه زیاد و نداشتن مهارت‌های به این چنینی هستش که بسیار برای اونها سخت است. به همون دلیل زمانی که با چنین تجربه‌هایی روبرو میشن، یکی از راه‌های مقابله اونها به دلیل اینکه ترس از آینده و ناامیدی بسیار زیادی در اونها جمع شده هستن، کودکان در این شرایط متاسفانه دست به خودکشی میزنن. خانواده ها بر این مسئله آگاه باشن که درکی که ما از پدیده مرگ و خودکشی داریم در بزرگسالی با کودکان و نوجوانان کاملا متفاوت است و خانواده ها باید این رو برای آگاهی داشته باشن. مثلا در کودکان به دلیل اینکه از نظر شناختی هنوز به اون مرحله کامل نرسیدن، درک کامل از مرگ و برگشت ناپذیری ندارن، یعنی تصور میکنن که اگر بمیرن و یا خودکشی بکنن دوباره به این زندگی برمیگردن. در نوجوانان نیز کمی حالا تکامل یافته تر هست، یعنی به برگشت ناپذیری مرگ پی بردن ولی به ثبات و پایداری کامل در این شرایط نرسیدن. به همون دلیل به این معمولا در شرایط اینچنینی کودکان به دلیل همون ترس ها و احساساتی رو که بیان کردم دست به خودکشی میزنن. خانواده ها بسیار مهمه که نه تنها این مسئله رو بدونن که چقدر کودکان و نوجوانان نگاهشون به دیده خودکشی و مرگ متفاوت است، در کنار اون به محض اینکه زمانی که کودکان و نوجوانان رو در این شرایط اگر احساساتی مثل ترس از آینده، میل به مردن و یا ناامیدی دیدن، به کاملا جدی بگیرن این مسئله رو و اینها رو، این احساسات رو در کودکان شناسایی بکنن، به دلیل اینکه کودکان به محض اینکه اون درکی رو که از مرگ دارن، اگر که تصمیم به خودکشی بگیرن سریع وارد مرحله عمل میشن و دست به خودکشی میزنن.